در تهران دیشب و امروز درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و دراویش گنابادی گزارش شده است. گفته شده نیروهای امنیتی قصد داشتند با ایجاد یک پست بازرسی رفت آمد دراویش را به خانه رهبرشان محدود کنند. از بامداد امروز نیروهای هوایی ترکیه مواضع کوردهای YPG را به شدت بمباران کردند. در تهران در کنار خانه نورعلی تابنده رهبر دراویش گنابادی دیشب و امروز درگیری‌های بین نیروهای امنیتی و پیروان او گزارش شده است. دراویش گنابادی می‌گویند نیروهای امنیتی قصد داشتند با ایجاد یک ایست بازرسی رفت آمد دراویش را در محل محدود کنند. دراویش گنابادی که یک فرقه اهل تصوفان سالهاست در ایران تحت فشار امنیتی بودند. رویاروی دراویش نعمت اللهی گنابادی با ماموران امنیتی در منطقه پاسداران شمال تهران. تنش دیشب شروع شد. نیروهای امنیتی نزدیک خانه رهبر معنوی دراویش حضور یافتند. گروهی از دراویش در محل تجمع کردند. به گفته پایگاه خبری دراویش گنابادی این دومین بار از هفته گذشته بود که چنین اتفاقی می افتاد به بهانه استقرار گشت کنترل منطقه. اما دراویش میگویند که هدف ماموران تنگ تر کردن دایره ارتباط رهبرشان با آنهاست. لباس شخصی او. با ادامه التهاب تا صبح و پخش شدن خبر ماجرا شمار بیشتری از دراویش به تجمع پیوستند. ما از صبح اینجاییم. صبح وقتی که درویش ها توی ماشینشون خواب بودن نیروهای امنیتی و ضدشون یورش میارن به سمتشون و مورد ضرب و شتم قرار میدن اونها رو که دراویش به خوبی خودشون دفاع میکنن و همونجور که شاید هم هستین هر لحظه به تعداد دراویش در این منطقه داره افزوده میشه. نه آتیش نزن. آنها میگویند صبح امروز ماموران موتور سوار حمله کردند و زد و خورد شد. گفته شده که این تصاویر مربوط به این درگیری است. مرگ بر دیکتاتور! نه. دستو بیار پایین. شعار نده آقا، شعار نده. همزمان با ناآرامی در بیرون خانه قطب دراویش، داخل خانه او پیروانش را به آرامش دعوت کرد. آرام بشید. بخون مملکت شلوغ میکنه، حالا تازه زحمت کشیدن. ولو این زحمت کشی به قیمت تو سر ما زدن بوده، ولی زحمتی کشیدن آروم شده، مملکت آروم شده. بی خود شلوغش نکنی، کسی نیست که نسبت به منزل من، در من، جان من سوء قصدی داشته باشه. نه خیلی نایم که من هیچ قصدی، فقط اگر هم مفتیدی هست برای این است که همون میخوان خودشون نشون بدن. مقام های حکومت ایران دراویش نعمت اللهی را فرقهی منحرف میخوانند و هر از گاهی با آنها برخورد میکنند. دراویش میگویند حریم رهبرشان خط قرمز آنهاست و در برابر به گفته آنها تجاوز به این حریم مقاومت میکنند. مجید خیام دار، بی بی سی. ما از صبح اینجاییم. صبح وقتی که درویش ها توی ماشینشون خواب بودن نیروهای امنیتی و ضدشون یورش میارن به سمتشون و مورد ضرب و شتم قرار میدن اونها رو که درویش به خوبی خودشون دفاع میکنن و همونجور که شاید هم هستین هر لحظه به تعداد دراویش در این منطقه داره افزوده میشه. این ماجرا چطور شروع شد؟ شب گذشته نیروهای بسیج و سپاه به حوالی دولتسرای دکتر نوری تابنده گلستان هفتم میان و میخوان که ایست بازرسی بذارن برای عبور مریدان و درویشی که میخوان به منزل رسولیان رو محدود بکنن. به همین خاطر درگیری های به وجود میاد. در همون لحظه اول حلقه اول درویش به اونجا میرسن و جمعیت اونها رو متفرق میکنن و تا صبح درگیری های مختلفی پیش میاد، یه انتظامی میاد و سعی میکنن فضا اینجا رو آروم تر بکنن.
منتها صبح بعد از اینکه دوباره نیروها حمله میکنن، اتفاقی که اینجا میفته اینه که درویش بیشتر میشن و با تمام همدلی و اتحاد خودشون تنها خواستشون هم اینه که بیان اینجا و مامورین پاسخ باشن راجع به این قضیه که به هیچ عنوان نباید هیچ تعرضی به حوالی این منظر هم صورت بگیره. آیا کسانی هم اونجا مجروح شدن؟ من دیدم که تعدادی از موتورسیکلت های ماموران امنیتی رو شکستند یا خورد کردند. میخواستم ببینم که کسی مجروح شد، کسانی دستگیر شدن، چه میدونیم؟ نه، کسی از درویش دستگیر نشده و مجروحیت هم وجود نداشته. زمانی که حمله میکنن نیروهای امنیتی و درویش خودشون دفاع میکنن، خود نیروهای امنیتی فرار میکنن و موتورهاشون اونجا رو رها میکنن. اتفاق دیگه ای در این مورد نیفتاده. به نظر شما چرا حالا به فکر ایجاد پست بازرسی افتادن در کنار خونه آقای نورعلی تابنده؟ حقیقتش اینه که نظر من راجع به این قضیه اینه که خود شخص دکتر نورعلی تابنده حتی قبل از زمان قدرتشون مورد بایکوت و مورد فشارهایی از سمت حکومت شده. الان هم اتفاقی که داره میفته ادامه همون قضیه هستش، به دلیل اتحاد و محبتی که بین این درویش وجود داره و عشقی که با مولاشون دارن، این مسئله برای حکومت قابل هضم نیست و اونو برای خودشون تهدید جدی دیدن و به همین خاطر هم هست که احساس خطر کردن و دارن برخوردها رو انجام. میخواستم بپرسم که مشکل مقام های ایران با درویش گنابادی چیه به نظر شما؟ مشکلشون هم همونجور که گفتم مسئله اتحاد و همدلیه که بین اینها وجود داره و من یه چیز خیلی جالب امروز در فضای مجازی خوندم، اون هم این بود که اینها از محبتی که مردم عادی و این جامعه از سراسر ایران نسبت به دکتر نورعلی تابنده دارن خیلی می‌ترسن. همونطور که صبح هم اخبار شما منتشر کردیم در سایت مجذوبان نور، رئیس یگان ویژه تهران اومد و مقرر شد که نیروهای امنیتی و نظامی که در منطقه بودن و منطقه در محاصره قرار داده بودند این منطقه رو تخلیه کنن، متفرق کنن تا ما بتونیم آرامش رو داخل این منطقه برقرار کنیم. طبعا نظر دکتر نورعلی تابنده قوت و پیر درویش گنابادی همونطور که همیشه و همه وقت مشی خشونت پرهیزی و صلح طلبی ایشون نماد و الگویی برای جامعه ایرانی بوده و هست، هنوز هم همینطور درویش گنابادی این مشی رو ادامه میدادن و در این زمینه برای اینکه مقاومت مدنی خودشون رو به شیوه صلح طلبانه ادامه بدن همت ورزیدن. الان اونجا چه خبره؟ آرامه یا نیست؟ الان الحمدلله آرامه، وضعیت بهتره. البته این آرامش رو باید نهادهای امنیتی، نیروهای امنیتی با جلوگیری از ایجاد تنش، ایجاد تشنج، ایجاد التهاب در این منطقه رعایت بکنند. وگرنه همونطور که ایشون فرمودن منزل ایشون امنه و هیچ احدی نمیتونه برای منزل ایشون ناامنی ایجاد کنه. خدا یار و یاور درویشانه و هیچ احدی نمیتونه در برابر خدا بدارایی بکنه. میتونید خیلی خلاصه بگید که دیشب و امروز چه گذشت اونجا؟ متاسفانه دیشب برای دومین بار در دو هفته گذشته یک عده‌ای از مأمورینی که خودسرانه غیرقانونی اومدن این جبر منطقه رو ریختن به هم، التهاب ایجاد کردن، تنش ایجاد کردن و خب طبعا از اونجایی که درویش گنابادی این منطقه حوالی دو دستوره مولاشون خط قرمزشون، خب نگران میشن، سبب نگرانی جامعه درویشی شدن. خب تا صبح اینجا بودن و ما متاسفانه باز هم شاهد تردد نیروهای امنیتی بودیم در همون ساعت، که متاسفانه صبح ساعت 7 صبح در حالی که درویش آرام در ماشین هاشون بودن به درویش حمله کردن، مورد ضرب و شتم قرارشون دادن که خب مقاومت مدنی درویش گنابادی اونها فرار کردن از منطقه و خب الان اخبارش هم که منتشر شده تا الان هم در جریان هستید. این جمعیت به طور چشمگیری اینجا بوده و تا اینکه این آرامش ان شاءالله برقرار شده باشه که برقرار شده.
و میدونیم که مقام‌های ایران، مقام‌های امنیتی چرا میخوان پست بازرسی ایجاد کنن؟ علتی که میدن چیه؟ من متاسفانه نمیدونم، اما این اقدامات تازگی نداره. شخصیت دکتر نورعلی تابنده به عنوان یک حقوقدان و یک قهرمان خشونت پرهیزی شناخته شده است. علاوه بر اون ایشون پیر و مولای دراویش گنابادی هستند. مهر و محبت و دوستی که در میان جامعه دراویش گنابادی اشاعه پیدا کرده، خب نگرانی ایجاد میکنه برای حاکمیت، از اون جهت که این محبت در بین مردم هم ایجاد بشه. محبتی که مردم نسبت به درویش ها به سبب فرهنگ و تمدن ایرانی عرفانیشون دارن و از اون جهت به سبب همین محبتی که نسبت به دکتر تابنده دارن، خب نگرانی ایجاد میکنه. این حراس طبیعیه و میگم تازگی هم نداره. ما سال 86 متاسفانه سابقه تبعید و نفی برای دکتر تابنده رو داشتیم و همشون هم شاهد این محدودیت هست. آقای نوری خیلی ممنون از شما و وقتتون. کسرا نوری بود از محل درگیری های امروز و دیشب در پاسداران در شمال تهران، از گردانندگان سایت مجذوبان نور، سایت دراویش گنابادی. قیمت دلار آمریکا در ایران رکورد تازه‌ای را ثبت کرده. امروز هر دلار 4780 تومان فروش رفت. همچنین هر یورو 6245 تومان فروخته شد. از تهران گزارش شده در مقابل بعضی صرافی ها صفای طولانی برای خرید ارز تشکیل شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود در ماه های بهمن و اسفند قیمت ارز کاهش پیدا خواهد کرد. گزارش ها از ایران حاکی است که دست کم 24 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. تعدادی از نمایندگان کارگران اعتصاب کننده که در روزهای اخیر هم بازجویی شده بودند جزو بازداشت شدگان هستند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چند ماه است که حقوق دریافت نکردند و در چند هفته اخیر در اعتراض به این وضعیت تجمعهایی برگزار کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند. گزارش ها از ایران حاکی است که دست کم 24 کارگر شرکت نیشکر هفت تپه بازداشت شدند. تعدادی از نمایندگان کارگران اعتصاب کننده که در روزهای اخیر هم بازجویی شده بودند جزو بازداشت شدگان هستند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه چند ماه است که حقوق دریافت نکردند و در چند هفته اخیر در اعتراض به این وضعیت تجمعهایی برگزار کردند و خواستار رسیدگی مسئولان شدند. نیروهای امنیتی عراق میگویند بیش از 20 نفر از افراد داعش را در نزدیکی مرز عربستان سعودی کشتند. این عملیات با کمک ارتش، پلیس محلی و نیروهای عراق و با حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبر آمریکا صورت گرفته است. گفته شده که 11 خودرو و یک اردوگاه هم نابود شدند. با وجود اینکه نیروهای داعش از تمام شهرهای مهم عراق بیرون رانده شدند، اما عملیات علیه شبه نظامیان این گروه در مناطق دور افتاده ادامه دارد. از صبح امروز نیروهای هوایی ترکیه مواضع کردهای سوریه را به شدت بمباران کردند. دیروز نخست وزیر ترکیه در واکنش به کشته شدن 7 سرباز این کشور در سوریه تهدید کرده بود که شبه نظامیان کرد بهای این اقدام را پرداخت خواهند کرد. همزمان مراسم خاکسپاری بارین کوبانی از نیروهای یپگه که گفته شده شورشیان سوری متحد ترکیه جسدش را مسله کرده بودند در افرین برگزار شده. مسعود آذر گزارشی دارد از آخرین تحولات در شمال سوریه. حملات تلافی جویانه ترکیه در شمال سوریه. از بامداد یکشنبه جنگنده‌های ترکیه بمباران افرین را از سر گرفتند. دیروز یگانهای مدافع خلق یک تانک ارتش ترکیه را هدف قرار دادند. 5 سرباز این کشور کشته شدند. ستاد مشترک ارتش ترکیه گفته 2 سرباز هم در 2 منطقه دیگر کشته شدند. 2 هفته از ترکیه عملیات زمینی و هوایی در منطقه افرین را آغاز کرده و کشته شدن 7 سرباز ترکیه در یک روز واکنش تند نخست وزیر این کشور را به همراه داشته. بن علی یلدریم گفته تلافی می‌کنیم. ترکیه گفته می‌خواهد برای مهار شبه نظامیان کرد دایره نظارتش را در منطقه گسترش دهد و مناطق منبج و شرق رود فرات را هم زیر نظر بگیرد.
به آمریکا هم هشدار داده که نباید از دشمنانش حمایت کند. بین نیروهای ترکیه و نیروهای مدافع خلق YPG جنگ سختی در اطراف افرین در جریان است. ترکیه میگوید نمیخواهد شمال سوریه را اشغال کند و هدفش مهار کردهای YPG است. چپه نظامیانی که ترکیه میگوید از کردهای ترکیه خط میگیرند و اسم این عملیات را گذاشته شاخه زیتون. امروز مراسم خاکسپاری بارین کوبانی و چند شبه نظامی کرد هم در افرین برگزار شد. خانم کوبانی عضو نیروهای مدافع خلق بود که گفته می شود شبه نظامیان اسلامگرا او را چند روز پیش مسله کرده بودند. کشته شدن او خشم کردهای سوریه را به همراه داشت. شمال سوریه در تب و تاب جنگ است و در چند جبهه می سوزد. ترکیه ادعا می کند با عملیات شاخه زیتون به دنبال برقراری صلح و آرامش است. اما غیر نظامیان بیشترین قربانیان این حملات و بمباران ها بودند. حدود 70 کشته و بیش از 120 زخمی تا کنون. BBC